درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. قبل از هر چیزی یک کلیپ کوتاه از بحث یه زن ارزشی با یه دختر اصیل ایرانی که میگه مهسا امینی معتاد بوده و به خاطر اعتیاد به مواد مخدر جونش رو از دست داده تماشا کنید. یک شب بگو ببینم کیه. شهید مهسا امینی. شهید است این؟ بله. خودش این آره بهش مواد مخدر دایش دادی کموله بود خودش هم کموله اینا میدونستن تا 10 دقیقه دیگه میمیره شما تو خونه آقا شده اعتماد داشته علیکی زنگ زدن به ارشاد بعد این باید میمورد خودش رو میدونستن مشروب و موادی که بهش داده بودن تا 10 دقیقه دیگه عزیزم اینا سمن به این محصاره دیرن آسمانش کردن بر اخلاق شیطانشون عزیزم بقیه شون چی؟ نیکار چی؟ نیکارم همینجور دونم نتونست بعد اینا علی دو اینا میدونه چی علی گرفتن دستگیر کردن خبر اینا رو بردن زندان کشته شده بود مال 3 سال به خدا قسم اینا دروغه تو خود جوانانی ما کردن تو ذهنشون این فضای مجازی همه اینا دارن میسازن کشته سازی میکنن ولی ما صحبت های این زن شستشوی مغزی شده رو مقایسه کنید با صحبت های دختر یکی از جانبازان جنگ با عراق تا تفاوت از زمین تا آسمون رو کاملا احساس کنید. من دختر یه جانباز 70% ما دیگه اعتراض نداریم. ما دیگه رسمن تا وقتی خاکیو که پدرامون از دشمن پس گرفتن الان از دشمنمون پس نگیریم آروم نمیشینیم. دشمن ما شما این، دشمن ما جمهوری اسلامیه و این دشمنی هر روز بیشتر میشه و تا زمانی که اون خاکو ازتون پس نگیریم یک ثانیه آروم نداریم. بترس، بترس از این خشم ما. اما امروز علی کریمی با یه استوری پرمفهوم به زبون ساده برای اون قشر خاکستری که هنوز نشستن و برای سقوط رژیم لحظه شماری میکنن ساده ترین راه سقوط خامنه ای رو توضیح داد. کریمی با انتشار این کاریکاتور گفت برای اینکه مهمونی 43 ساله جمهوری اسلامی تموم بشه فقط کافیه همه از جاشون بلند بشن. کریمی نوشت اگه مردم بلند بشن مهمونی تموم میشه، به همین سادگی. بعد از استفاده از سلاح‌های جنگی نیمه سنگین برای سرکوب کردهای ایرانی، سپاه امروز دست به یک جنایت بشری بی سابقه در حق یکی از شجاع‌ترین شهرهای ایران زد. ظهر امروز بود که سپاه برای سرکوب معترضین در جوانرود از یک گاز سبز رنگ و عجیب استفاده کرد که اول نمی‌دونستیم دقیقاً چی بوده. خیلی زود مشخص شد که این گاز یه عامل اعصابه که موقتاً فعالیت سیستم عصبی مرکزی رو مختل میکنه. اثرات اولیه مسمومیت با یونهای کلور و روی، استفراغ، سوزش پوست و سرفه است. قبلاً هم جمهوری اسلامی از این گاز توی کرج و تهران استفاده کرده بود. حمله شیمیایی به کردستان نه تنها یه جنایت علیه بشریت محسوب میشه، بلکه ثابت میکنه که جانیتر و بی‌آبروتر از جمهوری اسلامی در دنیا وجود نداره. این گاز اعصاب علاوه بر اثرات فوری ممکنه باعث بروز سرطان و بیماری‌های مزمن دیگه‌ای هم بشه. مخصوصاً برای کودکان بسیار خطرناکه و میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری بهشون وارد کنه. اما 110 نفر از امام جمعه‌های سنندج با انتشار یک پیام تصویری برای خامنه‌ای هم جنایت‌های جمهوری اسلامی رو محکوم کردن و هم با چند تا دلیل منطقی یک بار دیگه خواستار برگزاری رفراندوم شدن. بیانیه جمعی از ماموستایان، مدرسان و امامان جمعه و جماعت شهرهای سنندج، دهگلان و روستاهای تابعه جهت اعلام حمایت از مطالبات دینی و قانونی ملت شریف ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. حوادث هولناک اخیر کشور سیمای ایران عزیز را خونین و ایرانیان را سرشار از اندوه و ماتم توأم با خشم و نفرت کرده و جایی از ایران نیست که رد پای خوشادی و خوشحالی درن مانده باشد. صدای ناله ها از گلوی ایرانیان و پدران و مادران داغدار جوانان فرفر شده به دست ظلم و جور بلند است. ناله ها و صداهایی که در گوش زمان می پیچد و نزدیک است عرش خدا را به لرزه درآورد. بدون تردید سرانجام ظلم و ظالمین جز هلاکت و نابودی نیست. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلک الا القوم الظالمون؟ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سرانجام ظالمان را
انتقام الهی بیان فرموده است. ان الله لیملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته. آری، خداوند به ظالمان فرصت بازگشت می دهد، اما هرگاه آنان را مورد خشم و غضبش قرار دهد رهایشان نخواهد کرد. وعده الهی حق است، لذا با ایمان راسخ به وعده قطعی خداوند اعلام می داریم. آنچه ظرف دو ماه گذشته بر مردم ستم کشیده ایران گذشته مصداق بارز ظلم و ستم است. پس ما امضا کنندگان این بیانیه در جایگاه جمعی از ماموستایان دینی، امامان جمعه و جماعت مساجد سنندج و دهگلان و حومه، با اعلام مجدد حمایت قاطع خود از مطالبات کاملا مشروع و قانونی مردم، ضمن بیان همدردی با همه خانواده‌های داغدار و آرزوی سعادت اخروی برای همه شهدای ملت در این دو ماه، یک بار دیگر خواسته های خود را در همگامی و همراهی با ملت مظلوم ایران اعلام می کنیم. یک، ما به حکم الزام المرء بملتزم بهی گفته میزان رأی مردم است را به مسئولان یادآوری می کنیم و نیز با توجه به اصل دوم قانون اساسی که حکومت ایران را مبتنی بر ایمان به نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطگری، سلطپذیری و تأمین قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی میداند و طبق اصل ششم که امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، همچنین طبق اصل 56 که بیان میدارد حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او هم انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است، هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. خواهان برگزاری رفراندومی با سازوکار اجرایی مقبول مردم و با حضور معتمدان و رهبران دینی و ملی و همچنین با نظارت نهادهای بین المللی بیطرف جهت برون رفت از وضعیت کنونی هستیم. دو، تمام زندانیان حوادث اخیر از جمله ماموستا محمد خضرنژاد که همراه و حامی مطالبات قانونی و شرعی مردم بوده بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند و محاکمات ناعادلانه و فرمایشی متوقف گردد. ما به مسئولان حکومت در باب صدور حکم اعدام برای جوانان شجاع این مرزوبوم هشدار داده و تأکید می کنیم که چنین کار دهشتناکی تنها باعث افزایش خشم ملت انقلابی خواهد شد. سه، تمام آمران و مجریان و سرکوبگرانی که در کشتن و مجروح کردن جوانان این مرزوبوم دخالت دارند در دادگاه دادگاه‌های مردمی و علنی و با قضاوت قضات منتخب مردم محاکمه و مجازات شوند. چهار، سانسور اخبار و اطلاعات تنها در حکومت‌های دیکتاتوری و ضد مردمی صورت می‌گیرد و البته هیچ نتیجه مثبتی هم در بر ندارد. پس لازم است که فوری فیلترینگ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی متوقف شود. پنج، ما حمایت کامل خود را از خیزش و خواسته های قانونی و روای دانش آموزان و دانشجویان شجاع کشور و علل خصوص کردستان اعلام داشته و تأکید می کنیم که حضور نیروهای سرکوب در مدرسه و دانشگاه خلاف دین و قانون و اخلاق و منافی با وجدانهای سالم بشری است. شش، از تهدید و ارعاب ماموستایان، رهبران، بزرگان دینی و فعالان ملی و مدنی در تمام کشور از جمله مولانا عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان خودداری شود. تأکید می شود که مواضع درست و به حق ایشان در جریان اعتراضات مردمی کشور مورد تأیید ما بوده و یک بار دیگر حمایت خود را از ایشان و دیگر بزرگان و دلسوزان دین و ملت در همه جای ایران اعلام می داریم. هفت، به همه مردم معترض توصیه می کنیم که نگذارند مسیر اعتراضات مدنی و به حق و مشروع آنان از حالت مسالمت آمیز منحرف گردد. هشت، ما بیانیه های ماموستایان بزرگوار در دیگر شهرهای مناطق کردنشین
را که در حمایت از اعتراضات مردمی اخیر صادر شده تایید و حمایت و همراهی و همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم.